پیشفروش کردن بخشی از ایران به چین برای نجات از خفگی موضوع نگرانی مردم و بحث رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی شده است. روزنامه همدلی 23 تیر. عقد یک تعهد 25 ساله آن هم در ابعاد گوناگون نشانگر آن است که ایران در یک بافت موقعیتی ناگزیر برای عبور از وضع موجود قرار گرفته است. الان دولت داره قرارداد می‌بنده، مردم هم مشکل دارن. خب احساس میشه که دولت هم می‌خواد اون شکست قبلی رو اینجا جبران کنه، بگه آقا من قراردادی با چین می‌بندم و مشکلات رو حل می‌کنم. همشهری 19 تیر. چینی‌ها مانند ملخ هستند، محصول را می‌خورند و زمین سوخته را باقی می‌گذارند. اما این هجمه‌هایی که هست قطعاً ریشه خارجی داره، حال هم ضد انقلاب هم گروه‌های فکر اتاقای فکر. فضاحت وطن فروشی خامنه ای آنقدر بالا گرفت که یک رسانه حکومتی نوشت این قرارداد علاوه بر ناامن کردن منطقه، رقابت تسلیحاتی را افزایش خواهد داد. چین هم بی‌میل نیست تا ایران را به حوزه نیابتی خود تبدیل کند. این افتخار و اقتدار در کجاست؟ دریای خزر را به روسیه بخشیدیم، خلیج فارس را به چین. روزنامه مستقل 24 تیر. در بنبستی که برای اقتصاد ایران پدید آمد و فساد و تورم و گرانی امان و آرام از مردم بریده است، پیشنویس همکاری 25 ساله با وعده‌های سرمایه‌گذاری‌های هنگفت مطرح شده است. رهبر مقاومت با اشاره به بنبست خامنه‌ای در مرحله پایانی گفت: خامنه‌ای کور خوانده است. حتی اگر مثل شاه آمریکا و اروپا و چین و ماچین را هم با خود داشته باشد، باز هم سرنگونی و سقوط سوخت و سوز ندارد. این رژیم از همه سو در بنبست و بحران است. حرف آخر را مردم ایران می‌زنند.